بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام وأدب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، در هر کجایی که تشریف دارید و از هر طریقی که ما رو میبینید. الحمدلله رب العالمین، امروز هم این توفیق نصیب بنده شد که در خدمت شما باشم با برنامه زنده سلام کربلا، برنامه خودتون که از استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرمهای مطهر آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام خدمت شما تقدیم میشه با آیتم طب و زندگی، طبق جدولی که داریم برای ایام هفته، روزهای یک شنبه و سه شنبه در خدمت شما و جناب دکتر محمود زنگنه هستیم با توضیحاتی که در ارتباط با بیماری ها دارن میدن در این چند برنامه. و برای امروز که شماره برنامه 1044 یا عرض کنم 1044 هست، مشکلات و دردهای گردن رو میخوان مطرح بکنن و انشاءالله که این موارد تماما مثمر ثمر باشه، مفید باشه برای شما عزیزان و از این که هنوز قسمتی رو شروع نکردیم که سوالهای شما رو مطرح بکنیم عذرخواهی میکنیم. بنابر نظر جناب دکتر این بوده که اول بیماری ها معرفی بشه، راه های پیشگیری از این بیماری ها و راه های درمانش به صورت عام تقدیم بشه و انشاءالله که هر عزیزی هر موردی داره براش از بین بره و مشکلی نداشته باشه، مگر اینکه موارد خیلی خاص رو که اعلام میکنیم سوالتون رو بفرستید تا توی برنامه مطرح بشه و جناب دکتر به صورت اختصاصی برای افراد شروع بکنن به نسخه دادن. اجازه بدید عرض سلام و خوش آمدی داشته باشم خدمت جناب دکتر محمود زنگنه و شروع بکنیم برنامه امروزمون رو. جناب دکتر سلام علیکم و رحمت الله، صبحکم الله بالخیر، به استودیو برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، صبحکم الله بالخیر، روز شما بخیر، روز بیننده عزیز بخیر، در خدمت هستم انشاءالله. خواهش میکنم انشاءالله که همیشه در خدمت اهل بیت و شیعیانشون باشید. ما روز یک شنبه به مناسبت شهادت بی بی بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت شما برنامه ای نداشتیم. از قبل اعلام کرده بودید که در ارتباط با آرتروز و مشکلات گردن و حالا اونچه که
عام هست در بین مردم، وضعیت دردهایی که در گردن اتفاق میفته. ما انشاءالله سراپا گوش هستیم، استفاده بکنیم از فرمایشات و کلام شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهلك ولعن عدوهم ومن خالفهم من الجنة والإنس أجمعين آمين رب العالمين. امروز صحبت میکنیم بابت گردن درد و مشکلات گردن. بله، واقعا در سنین اخیر به وجود پیشرفته های دستگاه پیشرفته و موبایل های و کامپیوتر های و کارهایی که دفتری هستش عود کرد این بیماری ها. بیماری های گردن، مشکلات گردن، درد گردن، میبینی الان از ده ساله به بالا شروع شد مشکلات گردن. بخاطر چی؟ بخاطر همین موبایل که 24 ساعت دستشون میخوابن، میخونن، همه کار انجام میدن، دیگه کارشون با موبایل شد. این ایجاد میشه تغییرات، تغییر ایجاد میشه در خود ستون فقرات یا در خود، فشار میاره رو خود بعض از عضله های گردن بح. که باعث میشه درد گردن شروع میشه. یا اونها که کار میکنن با دستشون، کامپیوتر یا دفتری کتابی، یا اونها معلم مدرس هستن، دانشجو هستن که زیاد مینویسن، این شروع میشه هم به سایدگی گردن و مشکلات آرتروز شروع میشه براشون. اونها که کار دستی هم زیاد دارن، حرفه‌ای یا کشاورزی، یا اینا استفاده میکنن از دستشون، یا راننده هستن، اینا هم مشکلات ایجاد میشه براشون، هم مشکلات زیاد ایجاد میشه به خاطر که استفاده میکنن و فشار میارن رو بعض از مهره های گردن و رو بعض از عضله های گردن. میبینی اختلال ایجاد میشه در خود اسکلت بدنمون، در خود اسکلت گردنمون اختلال ایجاد میشه، باعث میشه بیماری های مختلف یا درد های مختلف میشه. هر دردی که ما الان میشنویم یا هر کی که میگه درد گردن، بله دیسک گردن، هر درد دیسک گردن نیستش. بیماری های گردن تقریبا که من شمردم تقریبا نزدیک 24 نوع مختلف که ایجاد میکنه درد برای گردن. یکی ازشون دیسک گردن. من جمع کردم چند نکته مهم، اینهای بیماری هایی که زیاد در جامعه هستش که ما میتونیم استفاده میکنیم از این برنامه و میتونیم تشخیص میدیم این برنامه. متاسفانه در ایران بیشتر من دیدم هر بیماری که میره دیسک داره، حتی اگر دیسکش خفیفه، خیلی کم، یا مشکل در گردن یا مشکل در ستون فقرات یا در مفاصل داره، عمل جراحی مستقیما اینو با. واقعا من همیشه میگم اجرای عمل جراحی اصلا اشتباهه. ما میذاریم عمل جراحی برای آخرین چیزی، چه وقت کل راه های درمانی زیاد داریم ما الان در طب سنتی یا در طب چینی یا در طب خود کلاسیک هستش. خب راه های درمانی زیاد هست واقعا داریم. توصیه میدم به عزیزان که صبر میکنن، اگر میخوان اجرای عمل انجام میدن هم میرن نه یکی، دو تا، سه تا یا چهار تا پزشکی مختلف. واقعا توصیه نمیدم به پزشکای ایران عزیزان، توهین نباشه، عذرخواهی میکنم، یعنی نمیخوام توهین میکنم به کسی، ولی قصدم از این دستشون رو عمل جراحی، یعنی هر بیماری که داره میره پیششون میگه من عمل جراحی. البته جناب دکتر عذرخواهی میکنم، حرفتون رو قطع میکنم. بعضی از بیماران، حالا باز خودم رو عرض میکنم، یه مدتی که درد میکشم میگم آقای دکتر یه کاری بکنید من زود راحت بشم. ماله. خب دکترم دلش میخواد هم کار این مریض رو راه بندازه، هم این بیمار به قول معروف خوشحال از پیشش بره. خب شاید بعضا هم چاره ای نداشته باشه، بگه خیلی خوب اگر میخوای با قبول مسئولیت و خطرها و این موارد خیلی راحت عمل بکن. نه. چه بسا این افراد هم باشن. خب من باید اینجا ذکر میکنم، کی گفت به شما یا به بیمار که عمل جراحی نجات از درد بب. یا مشکلاتت حل میکنه؟
شاید یه جزء از مشکلات 50 تا 60 70 درصد بیشتر، اصلا تا 70 درصد هم نمیرسه، بین 40 اگر موفق بود عمل جراحی بین 40 تا 70 درصد مشکلاتت حل میکنه، ولی صحیح. مشکلات دیگر ایجاد میکنه براتون. همین زانو، اگر مفصل زانو مثلا عوض کردین، زانوی طبیعی بر نمیگرده دیگه، مثل زانوی طبیعی بر نمیگرده، قطعا قفل میشه تا حدی تا میشه، نمیچرخه مثل مفصل طبیعی هستش. این ستون فقرات همینجوری، خیلی ما داریم میبینیم از اینا که بیماران که عمل جراحی انجام دادن، داریم میبینیم بعضی ها که بیشتر مشکلاتشون شد، نمیگم کلشون صحیح، ولی ببین 30% موفق نمیشه عمل جراحیشون، 30% موفق نمیشه، خب 50% 60% موفق میشه عمل جراحیشون، از این 50 یا 70% عمل جراحیشون موفق میشه، 10% بین از 5 تا 10% مشکلاتشون کامل حل میشه، بیشتر صحیح. از این نیست، 5 تا 10% مقدار خیلی کم ها، 50% تا 60% باز میمونه که نه. همراه با مشکل بله. هست 90% هم مشکل دارن، خیلی زیاده یعنی. خب الان میبینیم، میان میبینیم الان چه کار ما باید بکنیم اینجا. یک بیماری که بیماری دیسک گردن، ما صحبت کردیم از بابت دیسک گردن، اگر وقت دیسک کمر شبیه دیسک گردن، ولی تا آخر اگر وقت داشتیم صحبت میکنیم بابت دیسک گردن. دیسک گردن به سخت میگیریم، دیسک گردن یعنی آسون نیست، نه مثل ستون فقرات که دیسک میزنه بیرون برای همه، نه، اینا برای افرادی خاص که کار سنگین و سفت داشتن با دستشون کار میکنن، اونها ورزشکارا که بار ور میدارن، بوکسینگ بازی میکنن، کشاورزی انجام میدن، کارهای دستی سنگین دارن، دیسک گردن این ایجاد میشه براشون. اما برای من و شما و کسانی که اصلا این کار ندارن، دیسک گردن ایجاد نمیشه براشون، خیلی خیلی نادر، یعنی به ندرتش یک در 10,000 صحیح. بله، این دیسک گردن بعدا صحبت میکنیم بابت تفصیلش. آرتروز شایع‌تر سایدگی مفصل یا آرتروز در مشکلات گردن خیلی شایع‌تر از بیماری های مختلف گردن. بخاطر چی؟ ما استفاده میکنیم، تو کون میخوریم، سرمون، دستمونیم، همه چیزی کار میکنیم، این اینجا کارهای، ببین اینجا الان در این ملیکان ندارم، اینجا ببین این کلشون ستون فقرات. اگر لطف کنن عزیزان زوم کنن روی قسمت هایی که آقای دکتر نشون میدن. بله آقای دکتر بفرمایید. این کلشون ستون فقرات، این ستون فقرات، ببین بیشترین مهره، بیشترین درد، خیلی از عزیزان، کسانی که مشکل درد دارن یا مشکل سر درد دارن یا مشکل میگرن دارن یا مشکل سرگیجه دارن یا مشکل خیلی مشکلات، این مهره اول، مهره اول که چسبیده به جمجمه هستش، این به نام اطلس هستش، این اشکال ایجاد میکنه برای این مشکل. اینجا مشکلش چیه؟ نمیشینه سر جاش، یا یه خورده اگر تکون خو، خیلی حساس، این باید میرن پیش ارتوپد، جا میندازه براشون ارتوپد که باید هم بلد مشکلشون چیه، که جا میندازه براشون، خیلی از مشکلات بدنشون و گردنشون از بین میره. این یکی از بیماری های گردن، یکی از مشکلات اساسی گردن صحیح. اونها که درد مشکل دارن، مشکلات سرگیجه دارن، اختلال توازن دارن، مشکلات زیاده، این مشکلشون با این مهره اینجا، همین مهره اول که چسبیده به مهره اطلس، حتی شکلش هم مختلفه از بقیه مهره ها، این اینجا ایجاد مشکل دارن. خب این ستون فقرات اینجوری، یک دو سه، این ستون فقرات
ویستاده ستون گردن، ویستاده یه مهره رو مهره هستش، بینشون یک ماده جیلاتینی که ساینوول فلوید بله. بعدن بینشون چی میگیره اینها؟ تندول ها و عضله های گردن و کتف اینا. خب من کار میکنم با دستم، این دستم ارتباط داره با این عضله هستش که اینجا، هر چی کار میکنم با دستم این منقبض میشه، یا تشنج ایجاد میکنه، یا دستم فقط مینویسم بیشتر خسته میشه، یا میذارم جایی، یا مثلا بعضی ها میبینیم میخوابیم اینجوری یا میشینیم اینجوری، این حالت میبینید تکیه میدیم به این حالت، بعد از 5 دقیقه نمیتونیم گردنمون دستمون دکون چیه، چی کار کردیم اینجا، فشار رو خود این عضله آوردیم و فشار رو عصب که تحکم میکنه این عصب هایی که خارج میشه از گردن، که این عصب که اینجا در اومده از بین مهره های گردن، این عصب که کجا رفته ارتباط داره با دست اینجا، این عصب ارتباط داره با دست، هر کاری که انجام میدم با دستم مرتبط میشه با گردنم. خب الان این اگر عضله های صحبت میکنیم، یکی اگر عضله های گردنمون اینا ضعیفه، باید ورزش انجام میدیم براش، باید تقویتش میدیم. خب این گردن باید تقویت میدیم، این خود ستون فقرات خودش استخونه و نمیشه اینجوری، الان بچه استحکام نداره رو حرکت سرش، به خاطر چی؟ به خاطر عضلش خیلی شله، خام اعصابش هم همین جوریه. چه وقت میتونه تکون میده سرش و جمجمش تکون میده، چه وقت استحکام ایجاد میکنه این عضله و اعصابش قوی تر میشه اینجوری. الان آدمی که از بی حال از حال میره غش میکنه، سرش همین جوری تکون میخواد، بخاطر چیه؟ همین جوری ما باید مراعات میکنیم، میافته یه طرف یا نمیتونه کنترل میکنه رو سرش، این یعنی ضعف و عضله و اعصاب کامل. خب این درد ایجاد میکنه برامون، بدون عضله، بدون تندون ها و بدون ربات ها و بدون اعصاب که استحکام میکنه خود ستون فقرات گردن، درد میکنه. چی میگیره سرمون؟ الان گرفت سرمون، گرفته اینجوری به این شکل ویساده، چی؟ عضله ها و ربات ها و اعصاب استحکام میکنه گردن. اگر ضعف در این عضله داشتم، مشکل در گردن در ایجاد میشه برام. خب مشکلاتش هم خیلی زیاد، این یکی از مشکلات خود ضعف و عضله، یعنی باید تقویت میکنیم عضله. خشکی مفصل، دومینش خشکی مفصل، این ماده اینجا، ماده بین از مهره ها، اگر الان میاریم اینجا رو، بله شما مقابل دوربین که بله، اگر میان رو ستون فقرات، این یک مهره، اینم یک مهره، اینجا بینشون، این بینشون یک ماده غضروفی هستش، ما صحبت کردیم قبلا با بهش، بله. این غضروفی یک ماده مایع مثل آقای دکتر یه بار دیگه هم مکانش رو نشون بدید، بله. این مهره الان من خودش این مهره، بله شما من بخاطر اینکه تقریب، بله. بشه برای عزیزان، بله این مهره الان، این استخونه، این مهره هم استخونه، این دوتا مهره، به این از دوتا مهره که استخون به هم نخوره، درد نیاره استخون رو استخون، خب درد میاره دیگه مسلم. این یک ماده غضروفی هستش به نام ساینوول فلوید. خب این ماده چرب هستش، غضروفی هستش، این باید چرب میکنه، این خودش اگر از بین رفت یکی میشه ارتروز، اگر خشک شد این ماده ساینوول فلوید کم میشه و خشک میشه این ماده، خشکی مفصل میگیم بهش، این درد ایجاد میکنه. اما اگر این ماده ساینوول فلوید از بین رفت، خیلی خشک شد یا کم شد یا از بین رفت، دیگه این مهره ها یکی روی یکی سابیده میشه، دیگه درد ایجاد میکنه، میگن بهش ارتروز. یکی از مشکلات دیگه ضعف عصب یا مشکلات در خود عصب، از بابت مشکلات از بیشترین غذاهای، ببین من همیشه میگم تغذیه سالم، تغذیه خوب، غذای خوب، مواد اولیه بدن، مواد اولیه اعصاب چیه؟ ویتامین ها، بهترین و بیشترین ویتامین که مهم برای عصب، ویتامین B1 و ویتامین B6 و ویتامین B12،
اینا سه تا خیلی مهمه. کل ویتامینا مهمه برای عصب، ولی بیشترینشون اینا و بیشترین ویتامین که قدرت عصب تقویه میکنه ویتامین B12. این اگر ضعیف شد این عصب ها، بین این عصب خودش اومده از مغز، از مغز اومده، از میخچه سر خب میره در نخا، از نخا بیرون میاد اینجا بین کل ستونای فقرات، این میره برای پا، اعصاب پا تکون میده، اینم میره برای اعصاب دستمون و جاهای دیگه بدنمون، اینم باید تقویت میدیم. اگر ضعف کرد این عضله، این اعصاب ضعف ایجاد شد، یا تغذیه ناسالم، یا کمبود ویتامین بی، مشکلات در عصب، اختلال در عصب ایجاد میشه و درد ایجاد میکنه. بعضی از موقع نه، خشک میشه این عصب به خاطر سرمازدگی یا کار یا تشنجی، خشک میشه، میگیم بهش این عصب تشنج عصبی هستش. باید هم حلش میکنیم، انشاءالله راهای حلش الان نشون میدیم. کمبود ویتامین دی هم این مشکلات، یا اگر جمع شد ببخشید، کمبود ویتامین دی، منگنیزیوم، بوران و سیلیکا و ویتامین B12، اینو اگر کم شد در بدنمون، میزانش اومد پایین، نه فقط گردن و نه فقط اعصاب، کل مفاصل بدنمون مشکل ایجاد میشه براشون. فشار رو عصب بین مهره های گردن، فشار رو عصب بین مهره های گردن خودش دیسک گردن، دیسک گردن چه وقت میزنه، این الان این بین از هر مهره و مهره، بین این مهره ها، این یک، بله، دو، سه، چهار، اینا بین از مهره ها، این هر مهره یک عصب اومده بیرون، این عصب اومده، بله، بین از مهره ها. خب بین از مهره ها چی گفتیم؟ گفتیم ماده غضروفی هستش. اگر این ماده غضروفی زد بیرون، میگن بهش دیسک. دیسک اگر یه خورده شدیدتر شد، یعنی مراعات نکنه، اول درد ایجاد میشه، بعدش مراعات نمی کنیم، میزنه بیشتر بیرون، فشار میده رو این عصب. این عصب اگر فشار داد رو این عصب، اینجا مشکلات منتقل میشه برای عصب، منتقل میشه نه فقط برای گردن، برای اعضای دیگه، اعضای بدن دیگه، مثلا برای کتف، برای دست ها، برای انگشت های دست، برای اسمش چیه، مفصل، این مفصل دست، اینا مچ دست، اینا بله، این ایجاد میشه این مشکلات برای برامون تو مشکلات خود فشار که رو عصب هست. یه مشکل، یه مشکل دیگه داریم، اینم مشکل خیلی شایع، بیماری خیلی زیاد هستش و خیلی تشخیصش اشتباه، یه عصب به نام اکسپیتال عصب، اکسپیتال نرو اسمش، یا عصب غزالی میگن بهش. این عصب غزالی همین دقیقاً الان که دارم میگم، این عصب زد، دو تا عصب میاد، یکی اینجا، یکی اینجا، این یکی ازشون، این عصب زد، این میره، این عصب از گردن میره، خب اینجا سلام. یه عضله وصل میشه، بین از این عضله ها، بین از این عضله در میاد خود، یعنی دقیقاً همین جوری، این عضله اینجوری، عصب در میاد از بین عضله، خب بل. اینجا این مشکل، اینجا اگر ایجاد کرد، مشکل ایجاد این دیسک گردن نیست، آرتروز نیست، این عصب غزالی یا التهاب یا مشکلات دیگه الان صحبت میکنم، این درد پشت سر میاد خیلی صحیح. زیاد میشه برای مثل درد فشار خون بالا حس میکنن. غیر از این بعضی میگرن به خاطر که این میاد، ببین این عصب غزالی میاد از اینجا، میاد تا اینجا، حتی چشم میاد اینجا، میاد همینجا، میاد اینجا، ببین میاد اینجا یا میاد اینجا، خیلی تشخیص، خیلی تشخیص بعد از پزشکان میگن این مثلا میگرن دارن، نه میگرن ندارن، این عصب غزالی، این یا عفونت داره یا التهاب داره خود عصب، یا فشار رو عصب، یا خود فشار یا مشکل التهاب در خود عضله، عضله که الان صحبت کردیم، بله. از بینش اومده، عصب غزالی بیرون زده از بینش، بله. این هم خیلی دقیقاً تقریبا 30% از مشکلات گردن از این عصب غزالی که ما میگیم بهش،
بله بله. کم خونی، کم خونی و میزان کم بودن انبارهای آهن هم ایجاد میکنه مشکل در خود گردن و مشکلات گردن. حس میکنیم سنگینی در گردن، درد در گردن، تمرکزمون، حافظمون و تمرکزمون خیلی کم میشه بابت اینها. یک مشکل دیگه داریم، درد گردن حس میکنیم. اینا بیمارهای شایع که دارم میگم. کیسه صفرا داریم و یک عصب مثل همین الان زر اینجا جلو نداریم، از اینجا رد میشه میاد داخل گردن، از اینجا جلو، بله، از قفسه سینه. اگر عفونت یا در کیسه صفرا یا مشکل گرفتگی در کانال‌های صفرایی یا سنگ کیسه صفرا یا مشکل در کانال‌های کبد ایجاد میشه، یک درد میاد شروع میکنه، کجا میزنه؟ به گردن. صحیح. خب این گردنم و این عصب اومده، اگر نمیدونم مشخص این عصب که هستش، بله، میاد اینجا مشخص. و بعدش میاد جلو، میاد پشت، میاد همینجا پشت گردن، پشت گردن میشه منتقل میشه. اینجا تقریبا وصل میشه، بغل همین عصب وصل میشه، اینجا درد. این دردش و حلش چیه؟ حلش بیشه گردن نیست، باید درمان میکنیم. درمان میکنیم چی؟ درمان میکنیم کیسه صفرا، مشکلات کبد، مشکلات کیسه صفرا که ما داریم. اینم ظهور دردش توی گردنه ولی مشکل جای دیگه است. بله، مثلا الان دیسک گردن، دیسک ایجاد میشه، مثلا دیسک C4 مثلا، مشکلش اینجا درد در انگشت وسط ایجاد میشه. یا مثلا دیسک گردن مثلا C6 کجا میشه؟ در این انگشت. الان اگر آماده بود عکسو نشون میدادیم بیماران، انشالله عکس ها جناب دکتر هست روی مانیتور. آها، این عزیزم. خیلی خوبه، عالیه. این بی زحمت اگر این عکسای سی از سی سه نوشته، سی سه، سی چار، اینا یکی یکی بیاریم. ببین الان مشکل دیسک گردن در سی شیش، خب در مهره سی شیش، ببین اینجا نشه که رنگش بیشتر، هم حجمش، بله، بیشتر این سر. مهره نه، برگردیم برای اون بی زحمت. بله، برگردید لطفا. بله، اینجا ببینین اینجا دردش کجا نشون میده؟ دردش نشون میده در ابهام و سبابه. بله، از توی شست و اشاره. بله، از آرنج تا این شروع میشه، این منطقه دردش اینا. اگر بله، این سی شیش دیسک گردن در سی شیش داریم ما. بله، عکس بعدی بی زحمت. بله، ببینید الان سی هفت، مهره سی هفت اگر دیسک داشتیم زده بیرون، دیسک فشار رو عصب اومده، کجا؟ در انگشت وسطی درد میکنه و تکون دادنش به سختی. بعضی موقع میبینی وی میسه انگشتشون اینجوری بسته نمیشه، یا که نیمه کار بسته. بله، میشه. اینجا عکس بعدی بی زحمت. سی پنج، کتف و این قسمت بازو ماهیچه های بازو سمت بیرون، این بله، دردش اینجا نشون میده. بله، عکس بعدی بی زحمت. خب سی فور، اگر در مشکل سی فور داشتیم، مهره سی چهار اینجا مشکلش کجا؟ در خود کتف بالا نشون میده دردش. بله، عکس بعدی بی زحمت. بله، این اینجوری دیسک الان میزنه بیرون، اینجا این دیسک زده بیرون برامون، اینجا این فشار که میاره رو همون عصبه که رفته به اون ناحیه، به این قسمت بدنمون. بله، این سی هشت، این اینجا در انگشت کوچیک و انگشت بغلی، اگر در مهره سی هشت مشکل داشتیم، اینجا دردهای خودش رو در خود قسمت داخلی دست، بل، از زیر از آرنج دست، خود انگشتای کوچیک و بغلی. بی زحمت عکس 13 اگر نشون بدین، عکس 13، شماره 13، نقاط درد دیسک مهره های بله، عکس
یه مجسمه پشتش عکس شماره 13 نقاط درد دیسک. بله همین. این اینجا الان تو اینجا نشون میدیم درد کجا هست، در کدوم قسمت های بدن درد میشه. بله هر یکی نوشتیم روش الان C4 و یعنی ببین ما میگیم C4 C3 C4 یعنی بین از مهره C4 و بین از مهره C3. خب این عصب از بینشون میاد بیرون، نه یعنی دیسک گردن در دو مهره، نه اینجا در خود این بین از این مهره ها و فشار داده حالت خود کانالی این عصب. که اون بله. به قول معروف عصب از توش رد شده. بله. اینجا الان بغل گردن بعدن C5 و C6 کتفشون درد ایجاد میکنه. C2 بله C2 و C3 دیسک گردن بالای گردن و قسمت ناحیه سمت راست. اینا بستگی داره هم قسمت عصب زده بیرون از قسمت سمت راست یا سمت چپ منتقل میشه. اینم الان اینجا سمت راست، اونم اگر عصب اگر از سمت چپ باشه از سمت درد میاد سمت بله. چپ بله. بین اگر دیسک گردن داشتیم بین C4 و C5 گردن و کتف درد میکنه با هم دیگه. بله اما بین از مهره C6 و C7 مشکل داشتیم یا دیسک زده بیرون پشت کمرمون یا کتفمون از پشت اونجا بله. نشون میده دردش، خیلی دردش هم زیاد. عکسای اکسرای بی زحمت عکسای اشعه اگر نشون میدیم آرتروز 12 بله. و اینها آرتروز 12 اگر نشون میدیم بی زحمت بعد از 12 هم اگر نشون میدین 9 و 10 و 11 و 12 بله و 18 و 19 الان انتخاب میکنن اون چه که دستشون رسیده باشه چون من بله سعی کردم همه این الان ارتروز داریم در گردن، مشکلات در گردن خودش تغییر شده، خودش شکل گردن الان در عکس بعدی اگر نشون میدن ببین فاصله بین از مهره ها خیلی کم شده بقید. غیر از این بروز استخون و رسوب های کالسیوم رو خود انتهای ستون فقرات بین ستون بین از مهره های گردن ببین شکلشون تغییر شده، این دردش خیلی زیاد میشه، هر تکون هر سرش تکون میخوره این ور این ور درد حس میکنه. درمان هم داره، این عمل جراحی هم نیاز نداره و درمان هم داره. عکس بی زحمت اگر عکس 18 و عکس 19 نشون میدیم ممنونتون میشم. 18 و 19 جزء آخرین عکس هایی که من بله فرستادم برای عزیزانمون و بعدشون شروع میکنیم از عکس 9 تا 12 9 و 10 و 11 بله نه عکس 19 اگر نشون میدیم یه چیزی باید شرح میدم 19 شماره 19 و شماره 18 انحنای گردن نرمال و گردن بیمار صاف. آها بله بله ببین این گردن الان این گردن طبیعیه، هیچ مشکل نداره. ببین خود ستون فقرات یه انحنای داره، قوس داره خب سمت پشت. ببین من حتی خط قرمزم کشیدم که انحنای گردنم نشون میدم. ببین این گردن طبیعی هیچ مشکل نداره، نه تو ستون فقرات نه تو خود مهره ها. عکس بعدی بی زحمت که شماره 19 همین. ببینید الان این شماره 19 این بیمار اینجا ستون فقراتش خیلی صافه، نباید باشه این ستون فقرات صحیح. یا گردن نباید اینجوری صافه. اینا این شروع میشه به بیماری های به درد گردن و مشکلات گردن. ببین بین از مهره های نقاط قرمز این چجوری اختلاف ایجاد پیدا کرده، این ارتروز شروع شده براش و مشکلات گردن. این هم درمان میشه با ورزش ها، به بعض از داروها که میدیم به عزیزان و تمارین و ورزش و نرمش که میدیم بهشون
کاملا از بین میره. من در زمان درس خوندن در دانشگاه بودم این مشکل ایجاد شد برای من و درمانش کردم با همین ورزش ها که دارم الان نشون میدم تو کانالمون، ان شاء الله هم نشون میدیم. عکس 11 بی زحمت ببخشید، عکس 9 10 و 11 شما های دکتر خدمتون عرض میکنم. میکنم فکر میکنم در حدود بین 6 تا 6 و نیم دقیقه حالا اگر برنامه انشالله الان این شماره ببین الان هستش. ببین این الان دیسک گردن داریم بین شماره 4 و 5 زده بیرون، فشار آورده. ببین بینشون این ماده، این سفید رنگ یا توسی رنگ این خود مهره ها، سیاه رنگ یا تیره رنگ خود ماده غضروفی. ببین زده سمت راست زده بس. فشار آورده رو عصب. الان این بیمار که دارم میبینم 4 تا دیسک گردن داره و یکی ازشون که خیلی شدیده، که بین 4 و 5 این خیلی شدیده، کاملا فشار آورده عصب. بی زحمت عکس 10 واضح تر نشون میده. ببین این فشارش، اینجا فشار آورده رو خود کانال بقید. این کانال نخاع اینه، فشار آورده روش. این خب حس میکنه مشکلات خیلی زیاد واقعا در گردن، در قفسه سینه، در تنفس، در حرکتش اینا ایجاد میکنه. اصلا تشنج نمیتونه تو کون میخوره این بیمار اینجوری. اینم الان میگن عمل جراحی، بدون عمل جراحی هم درمان میشه. به شماره عکس شماره 11 بی زحمت ببین اینجا، این که نیاز داره به عمل جراحی میگیم. اینجوری ببین چجوری مهره های گردن خیلی فشار آورده رو مهره گردن، پیچیده اصلا، پیچیدگی در خود عصب، فشار قوی آورده رو نخا. اصلا این بیمار اینجوری نمیتونه تو کون میخوره، نه سرش تو کون میخوره، نه دستاش، نه خیلی درد ایجاد. من میگم به این بیمار قابل درمان نیست، این باید عمل جراحی انجام میده، اینجا باید تداخل جراحی ایجاد میکنیم برای بیمار. اما اونهای عکسای قبلی که اصلا نیاز نداره به عمل جراحی، نیاز نداریم که عمل جراحی انجام میدیم. عمل جراحی دیسک گردن خطرش بیشتر از خطر دیسک کمر. دیسک کمر جو وسیع دارن، باز دارن، میتونن کار میکنن، اما گردن واقعا اعصاب زیاد داره، جاش خیلی تنگه، مشکلاتش خیلی زیاد، اعصابش و رگهای خونی و ریدی که رد شده از اینجا خیلی زیاد. بعدا مهرهاش کوچیکتر از بقیه. و من سعی میکنم همیشه توصیه میدم به عزیزان، عمل جراحی باید آخرین حل باید باشه. بعدا مشورت میکنن با چند تا پزشک، نه به یه پزشک، حتی اگر پزشک ماهرم مشکل نیست، میرم پیش 3 تا پزشک 4 تا پزشک 5 تا پزشک نظر چندین پزشک بله. رو بگیرن و به خاطر اشتباهات که واقعا خیلی ما دیدیم در عمل جراحی اشتباه ایجاد پیدا کردن و مشکلات بیشتر حل نکردن مشکلاتشون، ولی مشکلات بیشتر ایجاد شده براشون. بله خب جناب دکتر، هر موقع توضیحاتتون تموم شد سوال هم دارم بنده، چون برای خودم الان اتفاق افتاد. شما مثال زدید افرادی که با موبایل کار میکنن، با کامپیوتر کار میکنن، اینها خب دچار این عارضه ها میشن. میخواستم خواهش کنم بفرمایید بهترین فاصله از باب مطالعه زاویه خم شدن و خم کردن گردن و این که اصلا لزومی داره ما حتما، حالا من خدمت شما عرض میکنم، کتاب رو بیاریم بالا که گردنمون صاف باشه، یا اینکه نه، تا چه زمانی، تا چه فاصله ای ما میتونیم که فشار به مهرهای گردنمون نیاریم؟ بله، بیشترین مشکل که ما داریم مبل‌های راحتی واقعا خیلی ضرر داره، خیلی ضرر میاره برای ستون فقرات، کل ستون فقرات بدون استثناء.
از دنبالچه که انتهای مهره اطلس اینا قبلا میدیدی. ببین صندلی که زاویه 90 زاویه 90 درجه سفت بود، یادت هست اینا آهنی بودن و پشتش سیاه بودی. اینها واقعا بهترین صندلی هستش برای نشستن، به خاطر ستون فقرات میشینه همون رو خودش، یعنی بدون اختلال توازن در خود مهره های ستون فقرات سمید. اما ولی ما میبینیم دیگه عادت نکردیم، قبلا میشستیم رو اونها ولی الان دیگه عادت نکردیم نداریم، به خاطر مبل های راحتی اومد، مبل های نرم اومد، نمیدونم چی اینا، کلشون تغییر ایجاد میکنه در خود شکل ستون فقراتمون. هر تغییر بعضی ها ببین میگن من یه دو روز پیش یه بیمار داشتم، گفت من پیش چهار تا پزشک رفتم. خواهی میکنم فقط یک دقیقه دیگه مونده برامون. خب بله، من اونجا به این بیمار گفتم بهش باید شما هر وقت میشینی باید تکیه میدی کجا به سرت، اینجوری راحت باید فشار سرت رو سنگینی سرت رو خود مهره های گردنت نباید باشه. اما صحیح. برای شما من نمیگم این هر چی میشینی شما اینجوری، خب اینجا مشکل ایجاد میشه بیشتر برای ستون فقط بستگی داره با بیمار. من فقط توصیه میدم بیمار یا قبل از بیماری، شما الان میگی من میخوام میشینم میخونم، هر جوری راحتی، بیشترین چیزی 90 زاویه 90 میشینیم و میخونیم چیزی، سعی کنیم دستمون نمیگیریم چیزی. این صحیح. به دست گرفتن این مشکل ایجاد میشه. برای الان کتابی، روزنامه‌ای، کامپیوتری، لپتاپی، موبایلی، هر چیزی که بود باید میذاریم کنار و میخونیم. هر 15 تا 10 دقیقه اونها که کار دفتری دارن رو مکتب میشینن، اونهایی که مینویسن درس میخونن اینا، کل هر 10 دقیقه، هر 10 تا 15 دقیقه باید وای میسن یا تو کول میخورن گردنشون، از این نرمشی بدن. بله همین کارا باید انجام میدن برای گردنشون، یه چرخش کامل انجام میده سرشون در جلو و یکی در عقب، یعنی سمت راست و سمت چپ باید انجام میده که حل میشه. ممنونم جناب دکتر، عذرخواهی میکنم تایممون تموم شد چون که هر لحظه میپره از آنتن برنامه. تشکر میکنم از حضورتون در استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، انشالله همیشه پاینده باشید. و اما شما بیننده عزیز، امیدواریم سعی و تلاش هایی که عزیزان انجام میدن همش برای شما مثمر ثمر بشه و هیچ گونه بیماری و مشکلی نداشته باشید. زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی کربلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز، جز به گریه کنان آقا اسممو به